خانم ها آقایان، درود بر شما. علی جوانمردی هستم، میزبان شما در افق چهارشنبه شب صدای آمریکا از اربیل کردستان عراق، 9 دسامبر 2015 برابر با 18 آذر 1394 و با نگاهی به پیامدهای تنش سیاسی میان ترکیه و روسیه. تنش فزاینده کنونی میان روسیه و ترکیه با دیدار وزیران خارجه دو کشور کاهش نیافت. روسیه خواستار عذرخواهی رسمی دولت ترکیه بابت سرنگونی جنگنده سوخوی روسی است و ترکیه با رد این درخواست، سرنگونی هواپیمای روسی را اقدامی مشروع در دفاع از حریم هوایی خود دانسته و از پیمان ناتو خواستار حمایت همه جانبه در برابر تهدیدات روسیه شده است. هرچند روسیه گفته است برای حل مشکل به جنگ متوسل نخواهد شد، اما یک رشته تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ترکیه وضع کرده و افسوده این تحریم‌ها گام‌های نخست برای تنبیه ترکیه است. در میان کشورهای غربی و ناتو گرچه از ترکیه حمایت کردند، اما کارشناسان می‌گویند آنچه امروز برای ناتو و غرب اهمیت دارد نابودی داعش است که عملیاتش را از سوریه و عراق تا خاک اروپا گسترش داده است. به باور کارشناسان، ورود ناتو به جنگ با روسیه از اعضای مؤثر جبهه نبرد علیه داعش انحراف از هدف اصلی غرب برای سرکوب ماشین جنگی داعش است. فرای آن، کارشناسان با تاکید بر ناخشنودی غرب از روابط پیدا و پنهان ترکیه با داعش میگویند ناتو تلاش خواهد کرد با فشار بر ترکیه از دامنه تنش میان این کشور و روسیه بکاهد تا زمینه مبارزه با داعش در سوریه و عراق بیشتر از پیش فراهم شود. پرسش اینجاست، آیا ترکیه با دامن زدن به جدالش با روسیه میخواهد غرب را وادار به اهمیت دادن بیشتر به نقش مؤثر خود در منطقه کند، یا در پی احیای خلافت عثمانی در بخشی از مرزهای خاورمیانه پیش از جنگ اول جهانی است؟ در برنامه امشب افق از اربیل کردستان عراق نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای تنش سیاسی میان ترکیه و روسیه. همراه با سه میهمان گرامی در استودیو، علی اونی، فعال سیاسی و کارشناس سیاسی، رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه که امشب از دوشنبه پایتخت تاجیکستان با ماست، و قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس امور ترکیه از قبرس. خوش اومدید هر سه میهمان گرامی به برنامه امشب افق. اجازه بدید از استودیو شروع کنم. آقای علی اونی، چه خواهد شد؟ ترکیه میخواد دامن بزنه به جدالش با روسیه بنابر اهداف سیاسی که داره، گسترش نفوذ سیاسیش، احیای عثمانی، یا اینکه تاکید بر اینکه دارای نقش مؤثری هست در منطقه برای دوستان اروپاییش؟ بله، متشکرم. ما اینجا در کردستان حقیقت نگرانیم از اینکه میدان کردستان تبدیل به میدان تسویه حساب نیروهای بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بشه و در این بین کردها پایمال این جنگی که بزرگتر از نیروی کردهاست بشه. متاسفانه روسیه در گذشته قربانی زیادی داشته در جنگ با نیروهای رادیکال اسلامی در چچن و اینگوشیا و اطراف موسکو و جاهای مختلف قفقاز، و خود ترکیه هم در گذشته و در آینده هم نامزد هستن احتمالاً از داعش یا نیروهایی که منتوج و تولیدی از داعش یا شبه داعش هستن ضرر ببینن به خاطر محیط جغرافیایی که در میدان حقیقی پرورش نیروهای رادیکال اسلامی در منطقه. در این وسط من فکر میکنم تا کنون وضع و امور از دست عقلای به قول معروف قوم بیرون نیامده و منتظریم که همانطور که آقای پوتین اعلام کردن این ادامه این تنش
مبدل به برخورد نظامی و تصفیه حساب ها از راه جنگ نشه و بتوانند این موضوع رو با از طریق عاقلانه خاتمه بدن. در این حال من فکر می‌کنم ترکیه که طی سالهای جنگ سرد در آخرین دروازه یا به طریقی اولین دروازه پیشگیری از نفوذ کمونیسم به منطقه بوده و نقش دربان دنیای کاپیتالیسم و سرمایه‌داری رو ایفا کرده و میخواد در این بین در روزهایی که ما شاهد از نو دیزاین کردن یا طرح و طراحی خاورمیانه هستیم، همونطور که مستحضر هستید ما نزدیک به انتهای 100 سال بر اتفاقیه یا معاهده سایکس‌پیکو هستیم که منجر به تقسیم و طراحی خاورمیانه به این شکل و متولد شدن کشورهای شکست خورده‌ای مثل عراق و سوریه و این کشورها شد که متاسفانه نتوانستند با کشوری چند ملیتی یا چند دینی برخورد درستی داشته باشند که طی آن باعث نفی زبان، نفی قومیت و عملیات انفال و سلب شناسنامه و کمربند عربی و نمیدونم آسیمیلاسیون و اینجور پروژه هایی در خاورمیانه شاهد بودیم و الان ما شاهد تغییر خیلی بزرگی هستیم که امیدواریم این تغییر یا این عملیه سزارین با سلامتی انجام بشه و کشورهایی من فکر میکنم نامزد هستن که مانند اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و امپراتوری عثمانی به بخشی از تاریخ مبدل بشن و کشورهای نو و با طرح و اصلاحات نوی متولد بشن. بسیار خوب، من پرسش بیشتری دارم در این مورد، حتما مطرح میکنم، ولی اجازه بدید پیش از اون به قبرس بریم. آقای گلکاریان، به ترکیه زیاد اتهام وارد میشه چند طرف روسیه در رسانه‌های ایرانی، حتی برخی از دوستان اروپاییش که به داعش کمک میکنه، حتی فرزندان رئیس جمهور ترکیه متهم شدن به نوعی دست داشتن در قاچاق نفت داعش، خرید نفت از داعش، مسئله‌ای که مخصوصا بعد از سرنگونی هواپیمای سوخوی روسی توسط ترکیه زیاد مطرح میشه. چقدر واقعی هست این اتهامات؟ البته مطالبی که حالا در رسانه‌های داخلی و خارجی و بین المللی ما شاهد هستیم در رابطه با وجود ارتباط داعش با دولت ترکیه مربوط به یک سال و اندی پیشه، منتها شدت این جریان از ماه در واقع ژوئن امسال قبل از انتخابات مرحله اول پارلمانی ترکیه عودت پیدا کرد و زمانی که روزنامه جمهوریت این خبر رو منتشر کرد که تریلی‌های حامل اسلحه به سمت سوریه میرند و یا مستنداتی که باز از سوی نشریات ترکیه چاپ شد مبنی بر اینکه 4 تا شرکت مختلف در شهرهای باتمان، گازیانتب، دیاربرگ و حتی کارگزاران اونها در استانبول نسبت به قاچاق نفت عمل می‌کنند، واکنش های چندانی حتی در خود ترکیه دیده نشد و فقط تکذیب شد. منتها بعد از سقوط هواپیمای در حقیقت جنگ، هواپیمای جنگنده روسی به توسط ترکیه در خاک سوریه، این موضوع وارد فاز جدیدی شد، بعد جدیدی پیدا کرد و در حقیقت هم در داخل ترکیه و رسانه‌های خارجی هم به استناد در واقع اطلاعات و داده‌های داخل ترکیه ادعا شد که پسر و یا داماد آقای اردوغان در این رابطه وارد در حقیقت ساخت و پاخت غیر قانونی شده است. در حقیقت اینو میشه گفت که اگر مطالبی منتشر میشه و یا ادعاهایی از سوی کشورهای مختلف و مخصوصا در روزنامه‌های داخل ایران که در یک هفته گذشته این مسئله باعث شده که تنشی میان ایران و در حقیقت ترکیه به صورت لفظی در رده سخنگوهای وزارت خارجه پیش بیاد، در واقع مربوط به بعد از این قضیه است و میشه گفت که در واقع رفتار واکنشی و روانی ترکیه است
بعد از این حادثه که ایران رو هم در کنار در واقع روسیه میبینه و بدین نحو میخواد که فرافکنی بکنه. منتها عرض کردم که نشریات داخلی ایران خودشون در این رابطه اطلاعاتی رو منتشر نکردند. بله. و به استناد اخبار اطلاعاتی که در ترکیه منتشر شده بوده از اونها استفاده کردند، که عرض کردم روزنامه جمهوریت که حالا سردبیر اون هم که محبوس هستند. بسیار خوب. آقای رجب سفروف، آقای گلکاریان رو شنیدی صحبتاش رو؟ مسائل مربوط به یک سال و نیم پیش هست. روسیه هم حالا میگه ما مدارکی داریم. پرسش اینه چرا این مدارک رو پیش از سرنگونی هواپیمای سوکوی روس توسط ترکیه، پیش از اون چرا مطرح نمیکرد روسیه؟ ببینید، این چند سببی داشت. اولا اینکه با درگیری با اوکراین و خط انتقال گاز به اروپا، روسیه برنامه داشت که به هر حال از طریق مسیری ترکیه جریانی ترکیه رو انجام بده، که این برای روسیه یک راه حل و فصل مشکلاتی که با اوکراین داشت، از این راه میخواست که موضوع حل و فصل انتقال گاز به کشورهای اروپا و جهان را انجام بده. بنابراین تا اندازه روسیه داشت از ترکیه بستگی پیدا میکرد. نکته دومی که چرا روسیه این مدارک را داشت و تحمل میکرد و این را به میدان نمی آورد و بررسی نمیکرد، این بود که به هر حال با ترکیه ارتباط خیلی بزرگ و گسترده اقتصادی داشت و واقعا یکی از شریک مهمترین تجاری و اقتصادی روسیه احساس می شود. و در بعضی مواردی مواد غذایی، مثلا واردات ترکیه به بازار روسیه حتی تا درجه حل کننده خیلی قابل توجه در این سطح بود که اگر که این کالا وارد نمی شود، شاید یه مشکلاتی هم برای بازار روسیه درست می شود. این نکته دومی بود که روسیه مجبور بود یا تا اندازه امکان نداشت که تحمل نکنه، این هم تأثیر گذاشت. نقطه سوم، به هر حال ترکیه همچون عضو ناتو و یک کشوری که میتونه کشور ترانزیت باشه برای خیلی موضوعات حل و فصل مسائل ژئوپلیتیکی که منافع روسیه در اونجا محفوظه، خیلی میتونست شریک مهم استراتژی روسیه باشه. چهارم، به خاطر آن روسیه تحمل کرد که به هر حال موضوع کریمی و درگیری های روسیه با اوکراین، علی خصوص قسمت شرقی و شمالی اوکراین که موضوع بحثی خیلی مهمی جامعه جهانی هست، در شخص ترکیه میخواست یک نفری را، یک شریکی را داشته باشه که خیلی زیاد به این وضعیت ایراد نگیره. در هر لحظه، به هر حالت، ترکیه هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی یکی از شریکان مهمترین که ارتباط استراتژی با این کشور روسیه داشت، در این سطح به هر حال واکنش میداد و بنابراین روسیه تحمل میکرد که بعضی رفتار ترکیه که به منافع و اقدام روسیه جور نمی اومد، این را داشت به این چشم پوشید و این را به هر حال قبول میکرد. ولی در لحظه ای که ترکیه از خودش فراموش کرد و به خودش اجازه داد که این اقدام صرف و کاملا دشمنان را به خودش اجازه بده و جنگنده روسیه را سرنگون کرد، در یک زمان و با یک ثانیه خودش را از یک کشور مهمترین دوست و همسایه به یک کشور خیلی شدیدترین دشمن قرار گرفت، که واقعا تمام ارتباط قبلی را خدشدار کرد و سری سیال برد. الان ما در مرحله اول تنش های خیلی جدی بین روسیه و ترکیه هستیم. واقعا الان آقای اردگان تا اندازه من احساس بکنم که با اون رادیکالیزم اسلامی که خودش داره، تفکر امپریالیزمی
عثمانی که الان داره و حتی در خود ترکیه بیشتر از نصف جمعیت ترکیه از این را نمیپذیرن، کشور را به یک نقطه خیلی بحران عظیمی داره میکشه. بسیار خوب آقای سفاروف، در یک قدم از یک جنگ بزرگ جهانی قرار گرفته که این دنیا را ترکیه به این حالت کشیده و بنابراین من فکر میکنم که آقای اردگان داره خیلی بازی های خفناکی را، ریسک داره را داره پیش گرفته که واقعا در روزهای نزدیک یا هفته های نزدیک به جایی میرسه که یا مجبور میشه که از اشتباه خودش اعتراف کنه یا به اقدامات دیگری روبرو میشه که واقعا وضع ترکیه و اقتصاد روسیه را خراب خواهد کرد. بسیار خوب آقای سفاروف، پرسش های دیگه هم هست. این مسئله مهمی هست، پیامت های روسیه احتمالاً چه خواهد بود و واکنش هایی که روسیه میخواد انجام بده چه خواهد بود، پیامت های این تنشی که در حال حاضر هست. آقای علی اونی، شما گفتید که تغییرات بزرگی در راهه. این منطقه از خودش در حال جنگ با داعش هست، 1050 کیلومتر مرز با گروه دولت اسلامی و جنگ و به هر حال خونریزی روزانه در این منطقه دیده میشه. فکر میکنید تنشی که بین ترکیه و روسیه اتفاق افتاده چه تأثیری میتونه بر این جنگ بذاره، مشخصا جنگ علیه داعش؟ بله، من فکر میکنم در زمانی که همه انظار جهانی متوجه جنگ با داعش هستن، داعش واقعا تبدیل به یک خطر جهانی علیه همه دنیای آزاد و دموکراتیک شده و همانطور که طی یک سال گذشته ما ادعا میکردیم ما نه تنها برای خود داریم میجنگیم پیشمرگان کردستان، بلکه به نیابت و به نمایندگی از همه کشورهای آزاد و انسانهای آزاده داریم میجنگیم، شاید زیاد محسوس نبود این گفته کردستان و حکومت کردستان و مسئولین. اما بعد از انفجاراتی که در پاریس اتفاق افتاد، در درجه اول فرانسوی ها و بقیه دنیای آزاد همه متوجه شدند که بله، اگر داعش را در اینجا دچار شکست و عقب نشینی نکنیم، احتمالاً کشور روسیه ناچار خواهد بود در قفقاز با داعش درگیر بشه و ترکیه در اطراف آنکارا و ایران در اطراف شیراز و اصفهان و احتمالاً سراسر اروپا با این موج فزاینده مهاجرینی که میره، احتمالاً بین این مهاجرینی که از جنگ فرار میکنن حتماً تیم‌های پنهانی داعش هم وارد میشه با اون دانشی که در یا فناوری که در کشتن و کشتار و بمب است. به هر حال من فکر میکنم به جای اینکه انظار متوجه تنش بین ترکیه و روسیه بشن، بایستی همه نیروهای دنیای آزاد بسیج بشه علیه داعش و بایستی کمک‌های فراوانی به حکومت کردستان میشد، همونطور که پیشمرگ‌ها لیاقت و شجاعت و شهامت خودشون رو به اثبات رساندن و در همه جبهات داعش رو چالش کردن. ولی اگر این مسئله مثلا کردن، روسیه به عنوان یک بازیگر اصلی در سوریه که در حال حاضر هست و در کل منطقه داره پیدا میکنه، ائتلاف چهارگانه‌ای که در همینجا در عراق در بغداد تشکیل شده، اگر این با ترکیه که یک بازیگر عمده دیگه منطقه‌ای هست و در مسئله حوادث داخلی سوریه نقشه بسزایی داره، اگر این تنش ادامه پیدا بکنه، فکر نمی‌کنید که به نوعی اینجا هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ یعنی جنگ با داعش اینجا هم به نوعی تضعیف خواهد شد؟ ائتلافی که الان دولت روسیه داخل شده، ائتلاف حفظ استاتویه که متاسفانه به ضرر کردهاست، یعنی حفظ و پشتیبانی وحدت ارضی سوریه که یعنی باعث میشه که کردها کما فی سابق تحت اشغال کشور سوریه که واقعا مدیریت خیلی بد و خیلی ظالمانه ای داشته و کشورهای دیگه مثلا حفظ تمامیت ارضی عراق به همان شیوه. ولی روسیه همزمان به کردهای سوریه کمک می‌کنه و گفته شده حتی به کردهای عراق هم کمک می‌کنه در جنگ با داعش. ما انتظار داریم که کمک‌هایی که هم روسیه و هم کشورهای اروپایی هم که کردن، با سپاس از همه کمک‌ها، اما کفایت نمی‌کنه، کفاف نمی‌ده برای شکست درنده‌ای مانند داعش که همه نیروهای، یعنی همه اسلحه و زرادخانه
ناتو که تسلیم به ارتش عراق شده بود متاسفانه در اختیار داعش قرار گرفته و اضافه بر اسلحه و زرادخانه ارتش سوریه که از هم منابع روسی دارن و هم منابع ناتو رو دارن، یه نیروی خیلی بزرگی تشکیل شده. به همین خاطر ما انتظار داریم که کمک ها بوده ولی کمک ها کافی نیست، خیلی ضعیف بوده. بله. بسیار خوب، اجازه بده. آقای گلکاریان، شما در صحبتاتون در مورد این گفتید که این تنش سیاسی بین روسیه و ترکیه بر روابط با ایران هم تأثیر گذاشته. آژانس خبر ترک گزارشی رو منتشر کرده اخیراً در مورد اینکه ترک‌ها از جمهوری اسلامی ایران تقاضا کردند که میانجیگری بکنه بین آنکارا و مسکو، اما ایرانی‌ها به اونا گفتن که تا رسماً از روسیه عذرخواهی نکنند، به اشتباه خود در واقع اذعان نکنند، تعهد ندن که تکرار نمیشه چنین مسئله‌ای، یعنی سرنگونی هواپیمای سوخوی روسی، اونها میانجیگری نمی‌کنن، چنین امکانی وجود نداره. و در مورد اینکه درخواست ترکیه، اینم به نقل از خبر ترک است، از ایران برای صدور گاز بیشتر به ترکیه، بیژن نامدار زنگرن وزیر نفت ایران گفته که شروع فصل سرما در ایران خود ایران با کمبود گاز مواجه میشه و این هم امکان نداره که ما بتونیم به ترکیه گاز بیشتری بدیم. یعنی به نوعی ایران از نقش میانجیگری که میتونست داشته باشه از روسیه حمایت میکنه. این چقدر میتونه تأثیر بذاره بر تنشی که بین آنکارا و مسکو هست؟ باید عرض بکنم که در حقیقت اظهارات وزیر نفت ایران آقای زنگنه در رابطه با این قضیه رو ابتداءً بایستی بر موازات سیاست‌های داخلی خود ایران ارزیابی بکنیم قبل از اینکه این موضوع پیش بیاد. یعنی در حقیقت میزان تنشی که بین روسیه و ترکیه به این حد برسه، این اظهارات رو در روزهای اول بیان داشته بودند. منتها حالا با توجه به اینکه ایران خب در زمینه مسائل سوریه و رفع بحران سوریه با عراق، روسیه همپیمان هست، در حقیقت دارای منافع موازی هستند و در حقیقت سوریه برای ایران به عنوان جبهه مقاومت حساب میشه و در عین حال همین کشور برای روسیه هم به عنوان یک کشور استراتژیک هست، چون دو تا پایگاه مهم لازقیه و ترتوس رو داره که از سال 1971 تا به امروز و بر اساس اطلاعاتی که هست تا سال 2042 هم در رهن روسیه است، برای دفاع از این منافع طبیعتاً به موازات هم عمل میکنن. اما در این خصوص که چرا در واقع ایران چنین برخوردی میکنه، هنوز ایران با ترکیه در واقع کارت‌های خودش رو نکرده و علارغم این که آقای اردوغان ماه اردیبهشت و حتی هفته پیش هم در واقع یه مقدار اخلاق سیاسی رو در حقیقت هنجارهای سیاسی رو در مناسبات بین ایران و ترکیه علارغم ارتباطاتی که از پیمان قصر شیرین تا به امروز داشته زیر پا گذاشت، منتها هنوز منتظر هست که ببینه روال تا به کجا پیش میره. منتها این رو هم عرض بکنم که در حقیقت موضوع این اختلافات بین ایران و ترکیه هم بعد از حادثه سقوط هواپیماست. ترکیه متاسفانه بعد از حادثه در واقع یه مقدار کنش روانی سیاسی رو ترجیح داد تا بر اساس اینکه منافع خودش رو از طریق حقوقی استفاده بکنه. ترکیه با توجه به مصوبه سال 2012 مجلس خودش میتونست از حق انگاجمان یا انگیجمنت میگیم تو انگلیسیش، میتونه استفاده بکنه و هر جنگنده و یا هر متجاوزی رو به مرزهای خودش مانع بشه. منتها ما بارها در دریای اژه شاهد بودیم که یونان همین حریم‌ها رو شکسته، منتها ترکیه هشدار داده و یا اونها رو رونده. در حقیقت در رابطه با جنگنده روسی هم میتونست بدون اینکه ماجرا به اینجا کشیده بشه راحت‌تر این رو هدایت بکنه. ولی یک پرسشی که مطرح هست نشه. شما در قبرس هستید، اهدافی هست آقای گلکاریان. یک مسئله اینجا مطرح هست در مورد همین صحبت‌ها که اینکه ترکیه میتونست به نوع دیگه‌ای رفتار بکنه. ترکیه
یا مقامات ترک این رو تأکید کردن که اونها نمیدونستن این هواپیما روسی هست، بهش هشدار دادن پاسخی نبوده زدن. یعنی به نوعی آیا این امکان پذیره؟ اونا نمیدونستن این روسی بوده، یا اگر در صورتی که نمیدونستن موجه هست شلیک به هواپیما؟ چقدر احتمال این وجود داره؟ عرض کردم با توجه به در حقیقت مصوبه مجلسی که ترکیه داره و حتی پیمانی که به عنوان قرارداد آسمان باز در سپتامبر همین سال با روسیه داشته که روسیه پروازهای خودش رو تا 5 مایلی مرزهای هوایی ترکیه فقط میتونه ادامه بده، در حقیقت میتونست همین از همین حق استفاده بکنه و بزنه. منتها با توجه به این که حالا روسیه هم در حقیقت یه فاکتور اصلی، یه در حقیقت بازیگر اصلی در مسئله حل بحران سوریه است و مبارزه میکنه بر علیه داعش، و اگر نیت صادقانه ای رو اگر دنبال میکرد به همین خاطر میتونست که این رو هدایت بکنه و ماجرا به اینجا کشیده نشه. و بر همین اساس است که آقای پوتین میگه که ما از پشت خنجر دیدیم و از پشت ما رو با خنجر زدن. در حقیقت پیمانی که باهاشون بسته شده بود میتونست از اون استفاده بکنه و در راستای نابودی داعش با اون هماهنگ بشه. منتها اهدافی که برای ترکیه نیاز بود و میخواست این رو ثابت بکنه و در حقیقت جنگنده روسی رو زد، چند دلایل داره. یکی اینکه نمایش قدرت خودش رو خواست ثابت بکنه، چون در سوریه واقعا در سیاست خارجیش شکست خورده بود، مخصوصا بعد از مذاکرات وین 3 که در حقیقت قطب جدیدی برای حل بحران سوریه ایجاد شده بود، سعی داشت که مانع ایجاد بکنه در این مسیر. و در این حال با توجه به خط حائلی که در غرب فرات توسط کردهای سوری داره ایجاد میشه، اینو به عنوان خطر حس کرد و بمباران جنگنده های روسی رو در منطقه بایربوجاق و تضعیف نیروهای ترکمن رو خطری برای اهداف خودش دونست و به خاطر همین چون این ریسکی رو به جان خرید. بسیار خوب. آقای سفروف، شما در مورد این گفتی که اگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عذرخواهی نکنه، پیامدهای زیادی خواهد داشت، روسیه واکنش‌های زیادی خواهد داشت. اگر همچین اتفاقی نیفته، آقای اردوغان عذرخواهی نکنه، که به نظر نمی‌رسه عذرخواهی بکنه، لااقل تاکنون تأکید کرده بر موضع قبلی خودش، روسیه چه واکنشی خواهد داشت فراتر از تحریم اقتصادی؟ چی کار میتونه بکنه؟ ببینید، قبل از اون که به سوالی شما پاسخ بدهم، اجازه بدید که چند نکته را اضافه بکنم به گفته همکارم که قبل از من صحبت این را داشت، آقای گلکاریان. و چرا ترکیه رجب طیب اردوغان به این اقدام دست زد؟ مطمئناً در روسیه هم کارمندان سیاسی هم سیاستمدان سیاسی روسیه به این نتیجه رسیدن که تا لحظه ای که جنگنده های روسیه به قسمت اون مرز ترکیه حمله نمی آوردن و اون کامیون های نفت را خراب و سرنگون نمی کردن، ترکیه داشت این را تحمل می کرد. ولی وقتی که بیزنس خانوادگی اردوغان و همراهان اون به خانواده ایشون زیر خطر گذاشته شد و سود اونها دارفت کم میشد، با سرنگون نمودن کامیون‌ها و راه‌های ماشین‌هایی که هر روز صدها و هزارها تن نفت سوریه را می‌خواستن به مرز ترکیه ببرند و در اونجا حل و فصل میشد و به این بیزنس خاتمه بدن، چون که یکی از عامل‌های مهمترینی دریافت سرمایه و توصیه فعالیت داعش این از اینجا آب میخورد. بنابراین ترکیه به این اقدام دست زد، چون که یه خطر سرمایه خودش را، خانواده اردوغان را احساس کرد. این یک. البته آقای سفروف، این ممکنه که دیدگاه روسیه باشه. خود اردوغان گفت در صورتی که این ثابت بشه استعفا میده پستش. ولی یک پرسش اینجا، یه پرسش مطرح هست، اجازه بدید. اون منطقه‌ای که هواپیمای سوخوی روسی در اون سقوط کرده، یعنی منطقه نزدیک لازقیه و در واقع منطقه جبل و ترکمان،
دور هست از اون منطقه نفتی، یعنی ظاهرا اون کامیون ها از مناطقی که حدوداً 250-300 کیلومتر با اونجا فرق دارن رد می شدن. حالا چه قاچاق چه غیر قاچاق از اونجا وارد ترکیه شدن. این فکر نمی کنید یه خورده این توجیه شاید چندان در عمل از درست حساب در نیاد؟ ببینید در حال حاضر تقریباً 7000 کامیون دارن نفت سوریه رو به خاک ترکیه به مرز ترکیه میبرن و برای اونها 200 کیلومتر 400 کیلومتر اصلا فاصله ای نیست. معمولا اونها شبها این حرکت رو میکنن و این حرکت دائمی وجود داره. این یک نکته. دوم ببینید وقتی که ترکیه به این اقدام دست زد یک بیزنس یک عامل حل و فصل خودش رو داشت پیشگیری میکرد و اولا به نمایش گذاشتن قدرت ترکیه که میتوانه با یک ابرقدرت جهانی روبرو بشه و اقدام خودش انجام بده. ولی روسیه اینو قبول نداره. ببینید بین ترکیه و روسیه خط مستقیم یا اون رو در روسیه میگن خط قرمز دفاعی وجود داره که با برداشتن گوشی از یک بر از یک طرف در کشور روسیه وزارت دفاع اون بلند میشه و در هر ثانیه میتونن با دیگر صحبتی داشته باشن که هواپیمای شما داره به مرز ما نزدیک میشه، مرز ما را داره عبور میکنه. این یک میتونیسین آگاهی این باشه. دوم از این استفاده نکرد ترکیه. دوم طبق قوانین بین‌المللی باید اول آگاهی بده به خلبانی که به مرز نزدیک میشه و اگر که از این سر بپیشه بعد باید دنبال این هواپیمای خودش بفرسته. در حالت سوم باید با اون مساوی پرواز داشته باشه و اگر به صحبت ها جواب و پاسخ ندیه حلبان این هواپیمایی که داره مرز رد بکنه باید با بالزنی و اشاره ها باید نشون بده که ما شما رو میخوام که باز راحتون برگردید، ولی این کار رو هم ترکیه انجام نداد. بعد جنگنده سوخای 24 روسیه این یک هواپیمای باربر بمب‌بر، این اصلا هواپیمای جنگنده نیست و در مقابل F-16 که ترکیه استفاده کرد اصلا این خیلی یک حالت نبرد غیر بی انصافانه هست. چون که خب بسیار خب بسیار خب از پوتی اون داره حالا بسیار خب این از این مسائل رو روسی هم گفته غیر مردانه جهان مردانه ای رو استفاده کرده ترکیه. بسیار خب آقای سفروف اگر چون برای اینکه فرصت به بقیه مهمان ها هم برسه واکنش روسیه بسیار خب این مغازه رو که شما گفتید روسیه هم گفته باشته. تکرار شده ولی یک موضوع مهمه، روسیه چه واکنشی ممکنه فراتر از مسئله اقتصادی داشته باشه؟ یعنی چه کار میتونه بکنه؟ اگه در این مورد کوتاه صحبت بفرمایید. ببینید چند دقیقه قبل این روز سوم دسامبر در کرملین پیغام جناب آقای پوتین به پارلمان روسیه ابراز شد و یک تیکه خیلی مهم این پیغام یک ساعته ایشون که برنامه های کشور را برای سال آینده اعتراض بیان میکنه یک قسمت خیلی مهم اون به سیاست خارجی ربط داشت و قسمت ترکیه قسمت حل کننده این پیغام بود. بعد از این که صحبت انجام شد تقریبا باز دو ساعت دیگه در اونجا صحبت های غیر رسمی انجام شد که ما از وضع و از اون حالتی که جناب آقای پوتین و رهبران روسیه دارن در موضوع ترکیه به این نتیجه رسیدیم که این تحریم های اقتصادی که الان علیه ترکیه پیشنهاد شد یک اولین قدمی هست در راه به جزا رسوندن اردوغان و ترکیه هست. قدم دوم بعد دو هفته سه هفته دیگه حتما تحریم های مهم صنعتی خواهد بود که تمام تقریبا الان 30% بازار ساختمان روسیه در دست مهندسین و کارمندان ترکیه است که تقریبا الان در خود حاضر بیشتر از 100,000 نفر جمعیت ترکی در بازارهای ساختمان روسیه دارن به فعالیت انجام میدن که همه این طبق اقدام دوم درجه دوم از روسیه باید خارج بشن. از اول سال 2016 هیچ یک قراردادی
دیگری با مردمی ترکیه، شرکت‌های ترکیه به امضا نخواهد رسید. اقدام سوم، تا این درجه اگر که ترکیه عذرخواهی انجام ندهه و این خسارت را جبران نکنه و اقدام دیگه اعلان نکنه که به هیچ وجه دیگر به این اقدام غیر دوستانه و غیر همسایانه دست نمیزنه، روسیه دنبال تحریم های نظامی و عامل های نظامی خواهد رفت و من فکر میکنم که اعلان آن خواهد شد که هر هواپیمای ترکیه که اگر حتی یک متر ارض سوریه، ارض عراق، ارض یونان را، مرز یونان را اگر که عبور بکنن، این هواپیماهای ترکیه در همون اون بر مرز خواهند قرار گرفت. یعنی روسیه مطمئن داره به یک سمت حرکت داره که دیگه میشه گفت حالتی بی بازگشت با ترکیه داره و خسارت این را خود ترکیه خواهد داد، چون که حالا هم در کرملین در روسیه انتظاری اونا دارن که تفکر آقای اردگان بیدار خواهد شد. بسیار خب آقای سفروف، برمیگردیم به شما، حتما این موضوع بازم ادامه میدیم آقای سفروف و عذرخواهی رو انجام خواهد داد. بسیار خب آقای سفروف. آقای اونی، شنیدید چقدر این مسئله به نقطه بدون بازگشت رسیده؟ یعنی واقعا راهی نیست برای حل سیاسی و دیپلماتیک تنشی که بین مسکو و آنکاراست و اینقدر میتونه بر جنگ علیه داعش و منطقه تاثیر بگذاره؟ من فکر میکنم یعنی جنگ عملی و نظامی بین ترکیه و روسیه، من فکر نمیکنم به این آسانی و سهولت اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ترکیه به هر حال عضوی است از ائتلاف ناتو و کشورهای عضو ناتو در هر حال مسئولند در برابر حفظ امنیت ترکیه و احتمالاً همه سعی خودشون رو به کار خواهند بست تا ترکیه را اقناع بکنند و یا روسیه را اقناع بکنند که دست از ماجراجویی در منطقه بردارند و منطقه رو دچار جنگ بزرگتری نکنند، چون دنیا همه محتاج بسیج همه توان بشریت علیه این نیروهای رادیکالی که ظاهراً پیداست این قرنی که در پیش روی ماست همانطور که قرن گذشته قرن جنگ سرد بود، این قرن مبارزه با ترور خواهد و ترور مانند جیوه به همه کشورهای دنیا نفوذ خواهد کرد و همه تقریبا نقطه امنی در دنیا باقی نخواهد ماند. این جنگی که داره اتفاق میفته توی سوریه، من فکر میکنم سوریه کلید حل یا کلید ادامه در هر دو صورت ادامه این جنگیه که در خاورمیانه داره اتفاق میفته. سوریه در واقع تبدیل به حیات خلوت کشورهای متعددی از جمله ایران و روسیه و کشورها که مصلحت آمریکا دارن تصفیه حساباتشون اینجا میکنن، در هر حال مناطقی در نهایت مناطقی مانند لازقیه، ترتوس، بانیاس بایستی حداقل در عرب ها میگن از افل ایمان تبدیل به کشوری علوی نشین و برای اینکه در هر حال بنا به معاهداتی که بین سوری ها و روسیه هست حفظ بشه برای جای پایی از کشور روسیه. من فکر نمی کنم به حدی برسه که جنگ اتفاق بیفته. یعنی با استدلالی که دارید، یعنی میگید که این مسئله حل سیاسی بحرانی که تنشی که بین مسکو و آنکارا هست، یعنی کلیدش در سوریه است، یعنی باید بحران سوریه حل بشه بعد؟ بله، سوریه متاسفانه تبدیل به منجلابی شده که پای کشورهای زیادی رو وارد منطقه میکنه، ولی در هر حال این جنگ و این تنشی که بین ترکیه و روسیه و همه کشورهایی که الان میبینیم ائتلاف چهار کشوری که با روسیه هستن و کشورهای متعددی که با آمریکا هستن، در واقع به قول اون مثل فارسی که میگه جنگ بر سر دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدینه و اگر کیک رو عادلانه تقسیم کنن و مصالح همه کشورهایی که زی نفوذن در منطقه مراعات بشه، در واقع من فکر میکنم به نقطه نهایت این موضوع میرسه که من فکر میکنم
در هر حال روسیه اگر داخل جنگ سوریه بشه و خدای نخواسته مثل افغانستان بشه براشون ضرر زیادی داره، اما اروپایی ها فایده ای که میکنن جنگ رو از میدان جنگ رو از اینکه در دست جمهوری اسلامی باشه تبدیل به میدانی در دست روسیه، در هر حال قدرت مدارا با روسیه رو بیشتر خواهند داشت. خب همین مسئله، یعنی اینکه شما در سوال قبلی گفتید اگر جنگ اتفاق نمیفته ترکیه عضو ناتوست، به غیر از آمریکا که حالا آمریکا هم در دوره کنونی نمیخواد که درگیری هیچ گونه جنگی بشه، چه برسه به جنگ مثلا غیر قابل تصور و بزرگی با مثلا کشور و دقیقاً کشور ترکیه از این نقطه ضعف داره استفاده میکنه که نه آمریکا میخواد جنگی بشه و نه آمریکا میتونه اجازه بده یکی از همپیمانانشون مورد حمله واقع بشه. خب یعنی ولی اگر روسیه کماکان ادامه بده، به گفته آقای سفروف، اگر روسیه بخواد ادامه بده و مثلا به جای تنبیه اقتصادی اقدام نظامی هم انجام بده، ناتو چقدر احتمال داره که درسته تعهد داره ولی کشورهای اروپایی چقدر آماده هستن که از ترکیه حمایت بکنن در عمل؟ ترکیه انتظار داره که کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر ترکیه به جواب بیان و از ترکیه دفاع کنن و نگذارن. این انتظار برآورده میشه و در واقع ترکیه میل دارن که عملی رو که انجام دادن برای سقوط هواپیمای روسی به عنوان یک پیروزی و یک دستاورد براشون به لحاظ اعتلای پرستیژ و شخصیت کشور ترکیه براشون حفظ بشه، در حالی که فکر میکنم خودشون الان در یه نقطه‌ای هستن که با توضیحاتی که میدن گویی اینکه عذرخواهی نکردن اما ضمناً عذرخواهی شده و من فکر میکنم اقناعش میکنن هم پیمانانشون که یا ترکیه را وادار به عذرخواهی کنن و یا راهی رو ببینن که روسیه دست از این تنبیهی رو که شروع کرده علیه کشور ترکیه دست برداره و با امتیازهایی که بهش میدن قانعش کنن. بسیار خب آقای گلکاریان، این صحبت ها رو شنیدید. یک مورد دیگه که در رسانه‌های ترکیه مطرحه و کاملا مرتبط هست با این مسئله زیان‌های مالی هست که ترکیه متحمل شده. در حال حاضر گفته شده که حدود 4 میلیارد دلار تا همین حالا ترکیه ضرربند شده، اگر ادامه پیدا کنه به 9 میلیارد هم میرسه. محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه هم گفته که سعی میکنیم راهکاری پیدا کنیم. خود آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته که درخواست ملاقات کرده با همتای روس، با مدودوف و همچنین آقای اردوغان هم با ولادیمیر پوتین. یعنی ترکیه داره سعی میکنه که این اتفاق بیفته. فکر میکنید که چقدر احتمال داره که روسها کماکان پافشاری بکنن بر همین موضعی که حالا دارن، یعنی نمیخوان که هیچ گونه دیداری با مقامات ارشد ترکیه داشته باشن برای حل این موزن؟ من پیرو صحبت‌های آقای اونی و آقای سفروف مسائل رو هم به عنوان متمم و اصلاحی عرض بکنم. اولا جنگ نظامی بین ترکیه و یا روسیه امکان وقوعش نیست، چرا که اولا روسیه به خاطر اینکه سعی داره در واقع سوریه رو انتظام ببخشه، یک پارچگی اون کشور رو حفظ بکنه، یکی در رابطه با پروژه های انرژی است که در مدیترانه شرقی از یک سال پیش به وقوع پیوسته. اطلاع داریم که هم کشور اسرائیل هم کشور مصر در منطقه زور و در عین حال قبرس در منطقه آفرودیت و یا یونان در منطقه قرید هر کدوم به میزان قابل توجهی از انرژی نفت و منابع غازی رسیدن. اگر اینها رو روی هم حساب بکنیم و پیمانی که بین این کشورها در عرض 7 ماه گذشته به وقوع پیوسته، به نظر میرسه که در حقیقت این انرژی نیاز هست که صادر بشه. این کشورها به تمام این انرژی ها نیاز ندارن، چه مصر رو در نظر بگیریم، چه اسرائیل رو در نظر بگیریم یا قبرس رو در نظر بگیریم، اینها به غیر از مصرف داخلیشون نیاز دارن که این انرژی رو انتقال بدن. بهترین مسیر کجاست؟ طبیعتا مسیر ترکیه است. این یک قضیه که اجازه نمیدن در مدیترانه اتفاق و جنگ رخ بده و روسیه هم بر همین اساس سعی میکنه که سوریه رو حفظ بکنه.
دوم این قضیه در حقیقت مسئله حیثیتی است. عرض کردم قبلا که در حقیقت اگر از نظر حقوقی در نظر بگیریم، ترکیه محق بوده که این هواپیما رو بزنه، اما از نظر روانی احساسی که برخورد کردن کار به اینجا کشیده. و ترکیه ابتدای امر آقای داوودوغلو اگر خاطرتون باشه اولین روز اعلام کرده که من خودم دستور ساقط کردن این هواپیما رو دادم، اما به دنبال اون چند ساعت بعدش گفتن که اگر ما هویت این هواپیما رو میدونستیم هیچگاه کار به اینجا کشیده نمیشد. و یا آقای چاوشوغلو در دیدارشون که در بلگراد رخ داد با آقای در حقیقت لاوروف سعی کرد که صحبت بکنه و آقای لاوروف گفت که ما چیز مورد قبولی و یا سخن تازه‌ای رو نشنیدیم، در واقع میشه گفت که ترکیه هم در ورای یک دیوار حاجب قرار گرفته. ادعاهایی که کرده حالا نمیتونه عذرخواهی بکنه. چرا عذرخواهی نمیکنه؟ یکی اینکه اگر امروز عذرخواهی بکنه مجبوره که در حقیقت خسارات وارده رو به روسیه پرداخت بکنه. این خسارات صرف فقط خسارات در حقیقت مادی و یا مال هواپیما و یا کشته شدن خلبان نیست، خسارات سیاسی که برای ترکیه خیلی گران تمام میشه. دوم اینکه یعنی به دنیا ثابت میکنه روسیه حق داشت و من در حقیقت گناهکار بودم در این قضیه. سومی مسئله در حقیقت اینه که اعتبار کشور ترکیه بعد از این همه بوق و کرنا، بعد از این همه در حقیقت مدافعه در بین همپیمانانش و در مخصوصا در مورد اقلیت‌های قومی که در سوریه و عراق میخواد دفاع بکنه، اونا زیر سوال میره. به همین خاطر نمیخواد عذرخواهی بکنه. خب، اما اگر عذرخواهی نکنه آقای گلکاریان، آیا بازم راه حل سیاسی امکان پذیره با توجه به موازی که روسیه داره که میگه حتما باید عذرخواهی بکنه ترکیه؟ یعنی طبیعتاً خودمون شاهد بوده ایم در طول تاریخ خیلی از کشورها مناقشاتی داشتن در رده های بالا، شاید مشکلات حل نشده، منتها رده های پایین یعنی در حد ریاست جمهوری، نه در حد نخست وزیری و یا وزیر امور خارجه، یه پرستیژ هایی رو نشون میدن مقامات دیپلماتیک و زمینه سازی میکنن. و در تایید آقای اون اینو بگم که واقعیت قضیه منطقه حالا با سرطان بزرگ، چون داعش مواجهه و تمام نیروهای غربی و شرقی سعی بر این دارن که این خطر رو از بین ببرن. روسیه با اشاعه این در میان اقلیت مسلمان روسیه احساس خطر میکنه. خود اروپا رو که شاهد هستیم که از این داعش چقدر دچار خسارت شده و جامعه مسلمان هم به همین نسبت از این احساس خطر میکنن. و حتی اگر بیانیه دفتر نخست وزیری بریتانیا رو روز دوشنبه که صادر شده که حتی آقای کری و آقای دیوید کامرون توافق کردن که در مذاکرات ادامه وین که ماه آینده برگزار میشه حتما روسیه و ایران حضور داشته باشن، این نشون میده که در واقع راه حل به سمت حل بحرانه. در نتیجه امکان جنگ نیست و اگر رئیس جمهوری هم خودش آماده نباشه از طریق سایر عوامل دیپلماتیک زمینه سازی برای در حقیقت ترمیم این در واقع بحران ها و در حل این بحران ها انجام خواهد شد. بسیار خوب آقای سفروف، هر دو میهمان میگن که جنگ امکان نداره اتفاق بیفته بین روسیه و ترکیه بنا به دلایل مختلف، انرژی و در بعد وسیع‌تر وضعیتی که در هر صورت ترکیه عضو ناتو هست. چرا فکر میکنید که این تنش ها به جایی خواهد رسید که روسیه اقدام نظامی هم انجام میده؟ چرا همچین توجیهی دارید؟ اجازه بدید که یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره بیان بکنم، چون که الان دیگه سکار به جایی رسیده که عذرخواهی ترکیه این مسائل بین روسیه و ترکیه نیست. الان درگیری و مسائلی که ما داریم، مسئله که ما داریم بین ما و ترکیه نیست. در روسیه مطمئنن که اگر پشت ترکیه سازمان ناتو نمی بود و دستگیری و حمایت امریکا را آقای اردوغان قبلا دریافت نمی کرد، به هیچ وجه اصلا جسارتی را نداشت، از خودش نشان نمیداد که
جنگنده روسیه رو سرنگون بکنه. به هر حال تنها یک آدمی خودکوش و به این اقدام دست میزنه وقتی که چنین یک حمایت محکمی رو از طریق سازمان ناتو و رهبران آمریکا نداشته باشه. بنابراین روسیه به عذرخواهی ترکیه همچون یک به اقدام کل غرب و آمریکا نگاه میکنه، وگرنه در روزهای اول میتونست اقدام خیلی مشخصی را علیه ترکیه انجام بده. الان داره بین ترکیه، بین روسیه و کشورهای غربی که حامی ترکیه هستند از جمله آمریکا و کشورهای اروپای اتحاد اروپا، جنگی روانی بیشتر داره میشه و در این جنگی روانی روسیه دلایل خیلی محکمی، سندی محکمی داره. ببینید، اولا میگه که ما داریم خیلی مشخص و خیلی با تدریج و با واقعیت علیه داعش میجنگیم، مبارزه خیلی شدید و واقعا هلاکت آوری را داریم علیه اون انجام میدیم. بسیار خوب آقای سفروف، وقت برنامه خیلی کوتاه هست، فقط یک موضوعی رو شما مطرح کردید آقای بسیار خوب، اصلا امکان نداره که این قابل تحمل باشه. بنابراین آقای سفروف اجازه بدید من این مسئله رو اگر نه من پرسشی داشتم در همین مورد، در گفتگوی اختصاصی که خالد خوجه رئیس ائتلاف مخالفان ملی سوریه با صدای آمریکا داشت، این مسئله رو تاکید کرد که هواپیماهای روسی داعش رو نمیزنن، بیشتر از داعش در واقع اپوزیسیون میانه روی سوریه رو هدف قرار میدن. این مسئله هست که خالد خوجه گفته. اگه اجازه بدید کوتاه صحبت‌های خالد خوجه رو با هم بشنویم، این پرسش رو به عنوان آخرین پرسش من مطرح می‌کنم. بمبالانن بلگه‌ی باکتنیز زمان هوموستا حمادا، اگر توجه کنید به مناطقی که بمباران می‌شوند، یعنی در هومس، حما، ادلب و حلب داعش وجود ندارد. اگر روسیه می‌خواهد داعش را بمباران کند، داعش در دیرالزور و شمال حلب و جرابلس حضور دارند. ولی روسیه جنوب حلب را بمباران می‌کند. روسیه هم غیر نظامیان و هم مخالفان میانه رو، یعنی ارتش آزاد را بمباران می کند. ترکمن دانی بمبالیو، کرد دانی بمبالیو. برده ازگر سوریه اردوسو وار و سیویل حق وار. خب آقای سفروف کوتاه بگید که روسیه چه هدفی داره در سوریه؟ فقط هدفش داعش هست یا حفظ بشار اسد هست در قدرت؟ خیلی کوتاه و مشخص میگم. هدف اصلی اینه که مداخله کشور خارجی به کشور سوریه انجام نشه و به هیچ وجه دعوا این رو نداشته باشند که بشار اسد از طریق قدرت بره، چون که این را تنها مردم سوریه باید این هدف را داشته باشند و این تصمیم را بگیرن. دوم، گفته سیاستمداری که در رابطه با اون صحبت کرده که روسیه، جنگنده های روسیه نه تنها به داعش حمله می آورن بلکه مقامات و نیروهای دیگری که علیه بشار اسد دارن مبارزه میبرن اون را داره سرنگون میکنه، این واقعا یک دروغ محض، چون که روسیه ببینید قبل از آنکه این کار انجام بده با سازمان ناتو، با اون آلیانسی که الان داره علیه داعش مبارزه میبره، پیشنهاد نمود که شما بگید که کدوم هدف ها را ما سرنگون بکنیم، چون که سرویس های شما این اطلاع را دارن، ماهواره ها دارید شما، 1.5 سال داره شما علیه تقریبا 40 کشور علیه داعش مبارزه میبرید، شما بگید که کدام هدف ها رو ما سرنگون بکنیم. آمریکا و غرب و این آلیانس اصلا خاموش بودن. بعدا آقای پوتین پیشنهاد داد که خب اگر شما نمیخواید که اینا در اختیار ما قرار بگیرید که به هر حال بی نظامی انجام نشه، پس شما بگید که ما با کدام هدف ها حمله نکنیم که خدای نکرده شما ناراحت باشید یا که منافع شما زیر خطر بره. آقای سفروف وقت برنامه ما رو به پایان آمدن بودن که همکاری انجام بدن. بسیار خوب، سپاسگزارم از هر سه میهمان گرامی، علی اونی در استودیو، رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از دوشنبه، و عبدقادر گلکاریان از قبرس استاد دانشگاه خاور نزدیک، همچنین از شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه افق، تا چهارشنبه شبی دیگر، بدرود. نظرات
nazar@voanews.com. تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید.